این داستان را گوش کن. حضرت حافظ ابن قیوم جوزیه یک روز به شاگردش میگوید ای شاگرد من، اگر در صحرای بروی چند تا سگ رمه به طرف تو حمله بکند، چند تا سگ، بسیار سگهای رمه معمولا بسیار ظالم هستند، اگر چند تا سگ به سمت تو حمله بکنند چی کار میکنی؟ چی کار میکنی وقت سگها به تو حمله بکنند؟ شاگردش میگوید اگر سگها به من حمله کرد من چوب بر میدارم. دقت کن، من چوب بر میدارم و با این چوبها سگها را از خود دور میکنم. حضرت حافظ ابن قیوم جوزی گفت اگر یک سگ را بزنی سگ دیگر به تو حمله میکند، اگر دیگرش را بزنی سگ دیگر به تو حمله میکند، اگر دیگرش را بزنی سگ دیگر به تو حمله میکند، در نهایت ناکام میشی و تو را مغلوب قرار میدهد و سگ ها اون تو را پاره میکنند. شاگرد گفت چیکار کنم؟ گفت بهترین راه همین است که وقت سگ ها حمله کرد به چوپان صدا بزنی. به کی؟ به چوپان صدا بزنی که ای چوپان من ضعیفم، من ناتوان هستم، سگها را از من دور کن. همین که چوپان به سمت تو آمد دیگر سگها فرار میکنند. بعد حافظ ابن قیوم جوزی فرمود فرزند من، پسر من، شاگرد من، اگر سگهای دنیا، دنیا یک سگ است، نفس دیگر سگ است، تمام درهای معصیت همه سگها هستند، شیطان دیگر سگ است که هر روز به جان من و تو حمله می کند، اگر هر چقدر توانایی داشته باشی روز تو مغلوب می شوی مگر این که صاحب این سگها را صدا بزنی. صاحب این سگها کیست؟ الله. الله را صدا بزن. خدایا من ضعیفم، خدایا من ناتوانم. بسیار جوانان به من تماس میکشند میگن دعا میکنیم نمیشود، دست از گناه بر نمیداریم. بعضشان گریه میکنند دعا میکنیم باز گریه گناه میکنیم، دعا میکنیم باز گناه میکنیم، توبه میکنیم باز گناه میکنیم. عزیز من این نسخه را بردار، اگر هر چقدر حملات شیطان به سمت تو آمد تو کی را فرا بخوان؟ الله. یوسف کی را فرا خوان؟ چی گفت؟ معاذ الله. پناه به کی میبرم؟ الله. پس برو به سمت خدا، به خدا پناه بر، چون خیلی قوی هست، خیلی مقتدر و توانا هست. پس عزیز من، ارتباط بنده با الله، ارتباط بنده با الله، ارتباط بنده با الله چگونه میشود؟ حضرت ابراهیم ابن ادهم یک خودش سلطان بود، پادشاه بود، بعضی روایات آمده پسر پادشاه بود، از تمام رفاه و آسایشی دنیا همه چیز داشت. یک روزی در سیاحت رفت، به خاطر شکار یک دانه ارنب یا به اصطلاح ما خرگوش را دید، اسب را از پای همین خرگوش تازید تا اینکه خرگوش را به دست بیاورد شکار میکرد. در همین لحظه یک عاطفه بر صدا زد، یک عاطفه، یک آواز را شنید که ای ابراهیم علیها دا خلقته، آیا خدا برای این تو را خلق کرده است؟ ای عزیزی که گیم پابجی به دستت است، ای جوان وقتی گیم پابجی را باز کردی بگو علیها دا خلقتو، آیا برای این من خلق شدم؟ ابی هادا امرتو، آیا برای این امر شدم که در دنیا گیم پابجی بازی کنم؟ در دنیا معصیت و گناه بکنم؟ وقتی این را ابراهیم ادهم میشنود اسب را توقف داد، باز این طرف و آن طرف نگاه کرد، چیزی ندید، باز اسب را حرکت داد. این دفعه از پیش زین اسبش صدا برآمد یا ابراهیم علیها دا خلقته، آیا برای این تو خلق کرده شدی؟ همین جا بود که از اسب پایین شد، تمام عبا و قبای شاهی را از بدن خود بیرون کرد، اسب خود را هم به چوپان داد و لباس چوپان را پوشید، حرکت کرد به سمت کعبه رفت، به سمت مکه رفت، تمام شهر بلخ، در این هوش بلخ ما حکومت میکرد، به همین بلخ ما تمام پادشاهی و رفاه را همه شرها کرد، چون میدانست که به سمت ذات برود، که امروز از کل پادشاهان دنیا وقتی یاد می شود به بدی یاد می شود، بسیاری هایشون یاد نمی شود، ولی وقتی از ابراهیم ابن ادهم یاد می شود چه میگیم؟ رحمت الله علیه، رحمت الله. بزرگا وقتی یاد می کنن میگن رحمت الله علیه. همین ابراهیم ادهم یک روز در گرد مطاف در طواف، قبلا هم گفته بودم که دستای خود را بلند کرد که پروردگارا چی کار کنم که دیگر گناه نکنم؟ من گفتم ارتباط بنده با الله چگونه برقرار شود؟ من چی کار کنم که دیگر گناه نکنم؟ خدایا من رو معصوم بگردم، خدایا من رو معصوم قرار بده که دیگر گناه نکنم. از گوشه دل خود آواز را شنید که ای ابراهیم تو چی میگویی؟ اگر تو گناه نکنی اسم من که غفار است، من کی را ببخشم؟
ای ابراهیم اگر تو گناه نکنی یک اسم من ستار است، من کی را بپوشانم؟ ابراهیم اگر تو گناه نکنی یک اسم من رحیم است، بی کی مهربان باشم؟ عزیز من اللهی چونین بزرگ مهربان داری، ولی الله بفرمود ای ابراهیم دو تا راکار وجود دارد که گناه نکنی. تو به سمت من میایی میگویی مرا معصوم بگردان، نه خودت میتوانی خودت را معصوم بکنی، خودت میتوانی از گناه ها نجات پیدا بکنی. چگونه؟ گفت توبه بکن. چیکار؟ توبه بکن. اینجا که کل ما جمع شدیم کسی در بین ما بیگناه است؟ است؟ رسواترین و روسیاترین شما مست، ناصالحترین شما مست. این را من نه تزویر میکنم، نه چل میزنم، نه تظاهر میکنم، ولی ناامید نیستم. لا تحزن ان الله معنا، غم نخور خدا با ما هست. پس عزیز من هر چقدر گناه کردی، با بار گناه، با کوی گناه، با دریای گناه، با دنیای گناه اگر آمدی، از اینجا دست پر برگرد و بدان که توبه بکن، الله همه اش را میبخشد. لا تحزن ان الله معنا. پس عزیز من ارتباط بنده با الله، توبه کن ارتباطت برقرار میشه، توبه کن آنلاین میشی، توبه کن آن تنها دیگر فول میشود، توبه کن در هر جایی که بروی ارتباط یک لحظه هم قطع نمیشود. وقتی توبه کردی بزرگ میشی، عظمت پیدا